سخنران بعدی درجه یک ترین فردی هستند که در ایران دارن نرم افزار سی تی انجین رو تخصصی کار میکنن. با خود شرکت تو ایموشن در ارتباط هستن، جزو در واقع میشه گفت تیسترها و دیولپرهای این نرم افزار هستن. خودشون حالا میان با جزئیات بیشتر بهتون توضیح میدن. دعوت میکنم از آقای دکتر فرشاد شریعت پور، پژوهشگر دکترای شهرسازی دانشگاه هنر تهران، با تشویقتون همراهشون بفرمایید. ای که با نامت جهان آغاز شد، دفتر ما هم به نامت باز شد. دفتری که از نام او زیور گرفت، کاران از چرخ بالاتر گرفت. به نام خداوند بخشنده مهربان، خیلی خوشحالم که در کنار شهرسازان هستم. بنده یه ویدئوی براتون آماده کردم درباره جدیدترین نرم افزار شهرسازی دنیا که میخوام به صورت کوتاه ولی جامع این نرم افزار رو بهتون معرفی کنم و قابلیت‌هاشو براتون توضیح بدم. یکی از اصلی ترین قابلیت‌های سی تی انجین استارتاپی هست به اسم گت مپ دیتا. همه شهرسازا و معمارا نیاز دارن به اطلاعات مکانمند دسترسی داشته باشن. اطلاعات مکانمند قبلا به سختی برای ما در دسترس بود. امروز با استفاده از استارتاپ گت مپ دیتا در سی تی انجین ما میتونیم به شبکه نتورک ها، پارسل ها و جنریت کردن در لحظه اونها دسترسی داشته باشیم. فرقی هم نمیکنه به کجای دنیا باشه. فقط مهم اینه که داده های اون برای شبکه گیت مپ دیتا وجود داشته باشه. این استارتاپ در سال 2019 توسط ETH Lab توسعه داده شد و بعد به سی تی انجین اضافه شد. مدل سازیش هم خیلی راحته. کافیه که شما دکمه جنریت رو بزنید. وقتی دکمه جنریت رو میزنید، چون اطلاعات شهری یعنی پارسل ها و نتورک ها به شبکه اطلاعات شهری وصل هستند که به این مفهوم در دنیا میگیم CIM، City Information Modeling، یعنی اون چیزی که تولید میشه بر اساس داده ای هست که از اون شهر وجود داره. این اتفاق واقعا جاش در شهرسازی خالی بود و امروز به لطف این نرم افزار وجود داره. و خب میتونیم بیس مپ رو هم داشته باشیم. بیس مپ های متنوعی میشه داشت و مدل سازی هم میتونه تا سطح تکسچر ادامه پیدا بکنه بر اساس نیازی که کاربر به اون داره میتونه تعریف بشه. قابلیت بعدی که اینجا براتون انتخاب شده بحث اینه که ما میدونیم ابنزر هاوارد در واقع برودایک سیتی رایت، ورتیکال سیتی لوکوربوزی، اینا همه شهرسازایی بودن که ایده داشتن و این ایده رو شما در قالب فیکشن سیتی میشناسید و اون رو شما میتونید در این ابزار پیاده بکنید. فرض کنید این یک شهر شطرنجیه که ما میخوایم از این خیابون توسعه پیدا کنه با الگوی شعاعی. خب این یک فیکشن سیتی میتونه باشه. شما در این ابزار میتونید با استفاده از استارتاپ گروسیت این کار رو به راحتی انجام بدید. این قدرت ایده پردازی شهرسازا رو بسیار بالا میبره و میتونن فیکشن سیتی هایی که خودشون دارن رو تولید کنن. این شبکه شهری میتونه بر اساس ریل سیتی باشه، بارسلونا باشه، سینا باشه و الگوی دیگه‌ای که وجود داره. پس میشه هم ریل سیتی تولید کرد هم فیکشن سیتی. شبکه شهری میدونیم که ما به تحلیل نیاز داریم. یکی از اصلی ترین تحلیل های شهرسازی تحلیل اینتگریشن یا همپیوندی بیل هیلیر هست که رنگ گرم نشون دهنده درجه اهمیت بالاتر از خیابون ها و ارزش اون خیابون هاست. ما میتونیم به راحتی با آنالیز گراف این کارو انجام بدیم و متوجه بشیم که ارزش گذاری خیابون های ما به چه صورت هست. ما قبلا همچین قابلیتی رو در شهرسازی نداشتیم که بتونیم تحلیل های دو بعدی رو در محیط سه بعدی داشته باشیم. میتونیم با استفاده از الگوریتم نویسی، فقط در نظام الگوریتمیک هست، یعنی در هوش مصنوعی، که ما میتونیم یک الگوریتم بنویسیم و از کامپیوتر بخوایم بر اساس اون الگوریتم کار رو انجام بده. الگوریتم اکسترود بر اساس تصادف رندوم بین 10 تا 40 نوشته میشه و در لحظه اون شهر تولید میشه. بنابراین سرعت ایده پردازی شهرسازها خیلی بالاتر خواهد رفت. میبینیم فقط در قالب یک خط کد نوشته شده. تحلیل دو بعدی در محیط سه بعدی اصلا امکان پذیر نبود در شهرسازی، ولی این کار رو میتونید به راحتی اینجا انجام بدید.
قابلیت بعدی اینه که ما بتونیم روی ایده هامون کار کنیم. ما تو کارگاه طراحی شهری چی کار میکنیم؟ یک تصویر داریم، یک ایده داریم، ولی نمیتونیم روی اون کار بکنیم. حالا فرض کنید شما ابزاری داشته باشید که بتونید روی اون ایده ای که دارید کار کنید. یعنی چی؟ یعنی بتونید شیپ ترسیم کنید، خیابونش رو ترسیم کنید به راحتی. نیاز نباشه که بخواید خیلی اذیت کنید خودتون رو. اما نکته مهمتر، یعنی اون چیزی که در واقع در سیتی انجین میکنه اینه که اون چیزی که ما در این ابزار مدل میکنیم از تمام نرم افزارها متمایزه. چرا؟ ببینید وقتی این مدل میشه توسط یک الگوریتم مدل میشه، نه توسط انسان. انسان اون الگوریتم رو نوشته. یعنی شهرساز باید نظریه ترانسکت رو بدونه، بر اساس زون شهری نظریه ترانسکت رو بنویسه و اون موقع از کامپیوتر بخواد که اینجا بر اساس نظریه ترانسکت داره توی زون شماره 8 کار میکنه. بنابر این نالج شما در این ابزار بسیار مهمه. اینجا خیلی مهمه، وقتی که شما شیپ رو تغییر میدید مدل تغییر میکنه. این یعنی ویلکام تو سیتی انجین. بنابراین یک بار کار رو انجام میدیم، فقط از اون الگوریتم استفاده میکنیم. یکی دیگه از قابلیت‌های اصلی سیتی انجین بحث داینامیک و پارامتریک دیزاینه. این شبکه خیابون ماست، عرض 7 داره و پیاده‌روی 3 متری. کافی عرض خیابون و پیاده‌رو تغییر بدیم، همزمان این تغییر میکنه. در دنیای مدل سازی به این میگیم پارامتریک دیزاین. میتونه بر اساس الگوریتم تعریف بشه، مثلا الگوریتم شبکه خیابون روش اعمال میشه، روی پیاده‌رو هم اعمال میشه و این اطلاعات مدل سازیش در لحظه انجام میگیره. حالا تکسچر دادیم، میخوایم که خیابونمون رو عرضش رو تغییر بدیم، استادمون گفته تغییر بکنه، هیچ نیازی نیست ما دوباره این کار از اول انجام بدیم، فقط کافیه اون نیازمون رو تعریف کنیم. مثلا میخوایم سطح جزئیات رو تو خیابون بالاتر ببریم، کافیه از طریق الگوریتم گزینه سطح جزئیات رو ما تغییر بدیم و اون چیزی که مد نظرمون هست. نکته اصلی اینه که ما با تغییر دادن این نیازی نیست چیزی رو تغییر بدیم. تکسچرها، آبجکت‌ها، همه چیز تغییر میکنه. این دنیای ریل تایمه. کلیت رشدیابنده الکساندر، کریستوفر الکساندر 2 سال پیش از دنیا رفت، خدا رحمتش کنه. یه فکت اینجا دربارش بگیم یادش زنده بشه. الکساندر 1968، یعنی 10 سال قبل از 1977، یه کتاب، یه مقاله داره به نام جنریتینگ سیستم. در این مقاله درباره سیستم های جنریتیو صحبت میکنه که امروز هوش مصنوعی دنیا درباره اون صحبت میکنه. میخوام بشناسید این مرد بزرگ رو و بدونید که 1994 4 نفر تو دانشگاه ETH استادای کامپیوترشون کتابی نوشتن به نام Design Pattern The Element Object Oriented Software و در این کتاب در صفحه 12 کتاب اشاره کردن که ما از نظریات کریستوفر الکساندر برای ساخته شدن زبان برنامه‌نویسی جاوا استفاده کردیم و این بود کریستوفر الکساندر. بلوک های هوشمند یکی دیگه از اصلی ترین قابلیت هایی است که در این ابزار وجود داره. شما میتونید با استفاده از بلوک های هوشمند قطعه ها رو داینامیک تغییر بدید و با تغییر دادنش خود کامپیوتر به صورت داینامیک میاد قطعه بندی رو برای شما انجام میده. اصلا همچین کاری امکان پذیر نبود. این هم که بلوک های طولی آقای یان بنتلی است در ریسپانسیو انوایرمنت، اگه مطالعه کنید از الگوی بلوک طولی گرفته شده. اگر خیابونی ترسیم کنیم چی؟ تمام قطعه ها خودشون آپدیت میکنن. یعنی شما با یک سیستم جنراتیو داینامیک پارامتریک سر و کار دارید، سیستمی که میتونه ایده پردازی شما رو خیلی بالا ببره، سرعت شما رو در کارها خیلی بالاتر ببره و میتونید ایده هاتون رو که در مقیاس لارج اسکیل هستن، یعنی مقیاس شهری هستن، میتونید خیلی راحت تست بکنید. من اینجا یه الگوریتم مینویسم و از کامپیوتر میخوام که این کد رو شروع بکنه و بیاد بر اساس یک قاعده در واقع استوکاستیک یک شرط برای کامپیوتر میذاریم. شرط ما چیه؟ اینه که اگر کاربر انتخاب کرد که اربن پلنینگ ببینه، اربن پلنینگ بهش نمایش داده بشه و اگر کاربر انتخاب کرد که اربن دیزاین ببینه، براش اربن دیزاین باز بشه. خب همچین قابلیتی بجز در نظام الگوریتمیک در جای دیگه امکان پذیر نیست. خب اگر قرار باشه اربن پلنینگ ببینه، باید اکسترود بکنه بین 10 تا 30 متر. این میتونه از طرهای بالادست گرفته بشه عددش و فرض کنیم یک منطقه تجاری باشه، رنگش هم قرمز باشه. این کاری که الان داریم مینویسیم، ببین دقت بکنید، در نهایتاً 5 تا خط کد داره اتفاق میفته. بنابراین سیتی انجین بر مبنای کد داره کارش رو انجام میده. خروجی این کار چی میشه؟ یعنی وقتی که شما این رو مینویسید
سرعت ایده پردازیتون رو اگه بخواید بالا ببرید، کافی اون قطعه رو انتخاب کنیم، کد رو بهش اساین کنیم. الان شد برنامه شهری، انتخاب میکنه طراح شهری، میتونه مدل رو در حالت دیگه ببینه، میخواد این کار رو مدل سازی کنه، یعنی این ایده رو میخواد جلوتر ببره. ببین این ایده در کمتر از یک دقیقه داره تولید میشه، ما صحبتمون از دقیقه است، از اینی که شما میتونید سرعت ایده پردازیاتون رو بالاتر ببرید و این که با تغییر دادن اون مدل، مدل شما تغییر میکنه. بنابراین نیازی نیست اگر استاد شما گفت که مثلا ارتفاع ساختمون زیاده باید کمش کنی، کل مدل سالید باشه بذاریمش کنار. مدل یک مدل داینامیکه. خب این مدل رو ما انجام دادیم، شبکه خیابوناش رو میخوایم مدل کنیم، میتونیم از کتابخونه‌ها و لایبرری‌ها و کدهایی که نوشته شده روش استفاده کنیم یا خودمون کد رو تعریف کنیم. این تعریف میشه و حالا نیاز هست که چی تعریف کنیم؟ سطح جزئیات. برای سطح جزئیات ما میتونیم با استفاده از پارامترهایی که تو کد نوشتیم سطح جزئیات رو تغییر بدیم. اکشن پلن هامون اینجا وارد میشن. مثلا میخوایم تو این اکشن پلن ما بحث اولویت سواره رو داشته باشیم، یا میخوایم تعیین فضایی داشته باشیم، میخوایم پیاده روها رو تکسچرش رو تغییر بدیم توی بحث تعیین فضایی، به راحتی به دیتابیس تکسچر وصل میشیم، تکسچری که مد نظرمون هست رو روی اون اعمال میکنیم. پس ما با دیتابیس ها در اینجا کار میکنیم که سرعت ما رو فوق العاده بالاتر میبرن. نکته بعدی کلیت رشدیابان الکساندر. دوباره اگر ما بلوک دیگه ای رو ترسیم کنیم، از الگو و پترنی که اونجا توسعه داده شده برمیداره و روی بلوک جدید برای ما خودش میذاره، پس نیازی نیست ما دوباره این کارو خودمون انجام بدیم، خودش برای ما این کار رو انجام میده. یکی از اصلی ترین قابلیت ها گوردون کالن رو همه ی شهرساز ها اگه نمیشناسن که باید بشناسن. گوردون کالن خیلی دنبال این بود که بتونه تحلیل دید رو به منصه اینجوری ظهور برسونه، نتونست و اگر امروز بود قطعا این کار رو انجام میداد. در سیتی انجین تحلیل دید به صورت کمی وجود داره، به صورت کیفی و کمی وجود داره. کمی کردن اطلاعات کیفی یکی از سخت ترین بحث ها تو طراحی شهریه، چون ماهیت کیفی رو ما نمیتونیم کمی بکنیم، زیبایی رو نمیتونیم کمی بکنیم، دید رو نمیتونیم کمی بکنیم، ولی اینجا ما میتونیم بر اساس درصد دید ناظر یا دید پانورامای 360 درجه درصد دید رو و خود دید رو تحلیل کمی بکنیم با اطلاعاتی که به صورت تصویری و ویژوال به ما میده. یعنی همزمان ما چشم ناظر رو داریم، اطلاعات کمی رو داریم و در محیط سه بعدی بصری هم میتونیم اون رو مشاهده بکنیم. خب قابلیت بعدی اینه که فرض کنید ما این مقیاس شهر، داده جی آی اس داریم، مقیاس شهره، مقیاس بزرگیه، هیچ داده پایه‌ای از شهر نداریم، یعنی هیچ داده‌ای از شهر وجود نداره، اما ما می‌خوایم از این یک مدل شماتیک 3D درست کنیم. آیا میشه؟ من برای کامپیوتر یه الگوریتم می‌نویسم. الگوریتمم چیه؟ الگوریتمم از اگر و در غیر این صورت استفاده می‌کنه، یعنی کیس و الس. اگر مساحت زمین بالاتر از 1500 متر بود، این باید بشه فضای ثبت. منطقیه، این در نظام شهرسازی یک کد منطقیه دیگه، به این سیستم میگیم رول بیس مدلینگ. اگر در غیر این صورت، یعنی اگر اینجوری بود که سبز باشه، در غیر این صورت باید اکسترود بگیره. حالا کافیه روی کل شهر این رو اعمال کنیم، تمام پارسل هایی که سبز میشن قطعا در قاعده کیس اول، یعنی کیس جیومتری های بالاتر از 1500 متر قرار گرفتن. حالا من میخوام رنگ کاربری، رنگ توده ها رو تغییر بدم، میتونم کالر رو اینجا بنویسم و اینجا رنگ به راحتی تغییر میکنه. بنابراین ما در سیتی انجین با یک نظام الگوریتمیک و بر مبنای کد سر و کار داریم که نیو اربانیستا شروع کننده این داستان بودن و بعدا نتونستن ادامهش بدن. فرض کنید ما ریل سیتی داریم، یعنی شهری داریم که برداشتگر اطلاعات توصیفی و اطلاعات کمی رو برداشت کرده. مثلا اینجا کاربر تعداد طبقات رو 5 طبقه برداشت کرده، طبق 5 طبقه و تعداد طبقات دیگر. ما میتونیم بر اساس جدول اطلاعات توصیفی GIS کدی بنویسیم که به این جدول وصل بشه و اطلاعات رو از این جدول بخونه. این میشه CIM به معنای واقعی کلمه. ما این رو در بیلدینگ اینفورمیشن مدلینگ داشتیم، ولی در شهر ما هیچ وقت همچین مدلی رو نداریم. ولی اینجا شما میتونید CIM داشته باشید. خب داشتن این CIM به شما کمک میکنه که در واقع بتونید واقعا چهره واقعی شهر رو ببینید. این مدلی که الان انجام شده بر اساس اطلاعات استوکاستیک نیست، بر اساس اطلاعاتی است که جدول توصیفی وجود داره. توی نظام علمی دنیا به این میگن Data Driven City یا شهرهای مبتنی بر داده.
خب قابلیت بعدی که می‌خوایم اینجا دربارش صحبت کنیم و پتانسیلی که وجود داره، میدونید که هر شهرسازی نیاز داره توی طرح‌های شهری خودش سناریو بده. شما ابزاری رو معرفی کنید که قابلیت دادن سناریو داشته باشه. هیچ ابزاری در شهرسازی وجود نداره. در سیتی انجین تا 64 سناریو میتونید ایجاد کنید. نکته جالب ترش اینه که میتونید سناریوها رو با هم مقایسه کنید. مگه ما در طرح‌های شهریمون به انتها به این کار رو نباید انجام بدیم؟ ما تهش باید مقایسه کنیم سناریوهامون رو. من ایده دادم اینجا، خب این ایده من باید مقایسه بشه. این ایده‌ای که من دادم چه از لحاظ کمی، از لحاظ کیفی چه تفاوتی با ایده های دیگه من داره؟ پس اینجا ما میتونیم نکته بعدی، ما اصلا نمیتونستیم هیچ طرح رو فضای وب نمایش بدیم. سیتی انجین متصل به فضای ویور هست، یعنی در فضای وب شما میتونید کار انجام بدید. این الان در میبینید دیگه، در لوکال هاست هست، در وب ما میتونیم بیفور افتر پروژه ها هم داشته باشیم. بیفور افتری که ریل تایمه و کاملا، مگه میشه استادی باشه، کارفرمایی باشه، کسی باشه که متوجه این تغییر در این پروژه نشه؟ میشه واقعا همچین؟ یعنی میشه متوجه نشد که الان در این پروژه چه تغییری در روند قبل و بعد پروژه بوده؟ بنابراین سیتی انجین جدیدترین نرم افزار شهرسازی دنیاست. یک سال و نیم پیش آقای دوین لولز دانشگاه پنسیلوانیا و سال پیش دانشگاه هاروارد، دانشگاه کالپولی، دانشگاه یو سی ال دارن روی این ابزار کار میکنن. خب توی بخش بعدی اگر دوستان محبت کنن و میخوام یه خبر خوب به شهرسازان عزیز بدم و اون خبر همینه که جدیدترین کتاب دنیا در زمینه شهرسازی ترجمه شده. کتابی که توی 14 می 2022 الزویر اون رو منتشر کرد و 5 ماه بعد از اون، یعنی در خرداد 1401 الزویر اون رو منتشر کرد و در 17 آبان 1401 یعنی 5 ماه بعد از اون توسط بنده به انتشارات دانشگاه هنر تحویل داده شد. من اون رو برای روز جهانی شهرساز سال پیش براتون آماده کرده بودم ولی نشد، یعنی پارسال تشکیل نشد و امسال اینجا براتون اون رو نمایش میدیم. من یه نکته ای رو درباره این کتاب بگم. توی این کتاب 38 نفر محقق و پژوهشگر از دانشگاه MIT، هاروارد، ETH، پنسیلوانیا، سوینبرن و دانشگاه ملی سنگاپور، تحقیق توسعه سنگاپور حضور دارن. 3 نفر که اسمشون روی کتاب هست، امداد آس، پریسوش باسو، پرتاب تالوار. امداد آس دکترای معماری از دانشگاه MIT، پریسوش باسو معماری دکترای معماری از دانشگاه بوستون، پرتاب تالوار دانشگاه MIT. این 3 نفر محقق، این 38 نفر رو اطلاعاتشون رو گردآوری کردن، مقالاتشون رو که 18 تا مقاله است تو این کتاب و یعنی 18 تا چپتر داره. این 3 نفر گردآوری کردن توی یک کنفرانسی به نام فیوچر سیتی سامیت که بنده حضور داشتم در خرداد 1400 به صورت آنلاین برگزار میشد. بنده اونجا حضور داشتم و کاملا اشراف اطلاعاتی به این کتاب داشتیم که این کتاب دارن چه چیزهایی رو درش صحبت میکنن و به لطف خداوند ما تونستیم اولین نسخه از کتابو از خود آقای امداد آس تحویل بگیریم و اون رو چند ماه بعد در ایران ترجمه کنیم. از 4 فصل تشکیل شده. فصل اول 4 بخش اصلی مبانی نظری هست. فصل دوم الگوریتم‌ها و تکنیک‌های هوش مصنوعی. فصل سوم هوش مصنوعی در تحقیقات مقیاس شهری و فصل چهارم استارتاپ‌ها و نمونه‌های موردی در شهرسازی، برنامه‌ریزی شهری و طراحی شهری است. اورجینال کتاب 408 صفحه است. ترجمه شد این کتاب 618 صفحه است که در کتاب کلی برای شما پانوشت آورده شده که شما از هیچ کلمه تخصصی عبور نکنید و همه کلمات رو بتونید با اون برداشتی هم که خودتون دارید مقایسه بکنید. در نهایت در انتهای کتاب هم در قالب 12 صفحه برای شما واژگان همه جمع‌آوری شده تا شما همه واژه ها رو هم یک جا داشته باشید و در نهایت از همه شما و از توجهتون سپاسگزارم. ببخشید من یه تشکری هم بکنم از دوست عزیز و گرامی خودم سید محمد رضا لاجوردی
برای این برنامه خیلی زحمت کشیدن، همچنین مجموعه دانشگاه پارس که اجازه دادن و همراهی کردن که در این دانشگاه ما این برنامه رو داشته باشیم، و از تمام دوستان متخصص دیگه‌ای که در خدمتشون بودیم، همچنین از شماها عزیزان که اینجا تشریف آوردید. خدا نگهدار.